خانه پدر و مادر بعد از خانه خدا تنها خانه ایست که روزی ده ها بار می توانی بروی بدون دعوت و هر بار صاحب خانه از دیدنت خوشحال و خوشحال تر می شود. خانه که برای رفتن نیازی به دعوت ندارد، خانه که حتی خودت می توانی کلید بیندازی و وارد شوی، خانه که همیشه چشمانی مهربان به در دوخته تا تو را ببیند، خانه که یادآور آرامش کودکانه توست، خانه که حضورت و نگاهت به پدر و مادر عبادت محسوب می شود و گفتگویت با آنها ذکر الهی است، خانه که اگر نروی دل صاحب خانه می گیرد و غمگین می شود، خانه که قهر با آن قهر با خداست، خانه که دوتا شمع سوختن تا روشنی به ما بدهند و تا وقتی سوسو می زنند شادی و حیات در وجودت جریان دارد، خانه که سفره‌هایش خالص و بی‌ریاست، خانه که وقتی خوردنی آوردند اگر نخوری ناراحت و دلشکسته می شوند، خانه که همه بهترین هایش با خنده و شادمانی تقدیم تو می شوند، خانه که چقدر خانه والدین به خانه خدا شباهت دارد. قدر این خانه ها را بدانیم، قدر این فرشته های آسمانی را بدانیم، شاید خیلی زودتر از آن که فکر کنیم دیر می شود.